أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما عفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. سوره مبارکه یاسین که در مکه نازل شد، ضمن اینکه براهین اصول اولیه رو اقامه کند، جریان تاریخی رو هم که سدره تجربی دارد مطرح می کند و حضور فعال برخی از افراد آگاه رو هم بازگو می کند تا هم سدره تاریخی و تجربی محفوظ باشد، هم اینکه برخی از افراد تا مرز شهادت برای حفظ دین میکوشند و هم برهان اولیه انبیا محفوظ است. اون سه بزرگوار اینا پیامبر بودند، برای اینکه هم خودشون گفتن ما مرسلی، هم خدای سبحان از اونها به عنوان ارسلنا یاد کرده است و هم اون محاوره نشون میدهد که اینها مبلغ و روحانی مصطلح نبودند، اینا داعیه نبوت داشتن. برای اینکه اصحاب قریه میگفتن ما انتم الا بشر و مثلنا، خب اگه اینا مبلغان و روحانیون و علما بودن و داعیه رسالت نداشتن، اگر اونا میگفتن شما هم بشر مثل ما، اینا که انکار نداشتن، نزاع در این نبود که اینها مبلغن، اونا مفتن ما شما قبول نداریم. اگر نزاع در تبلیغ بود، اونا تو تبلیغشون اشکال میکردن، نزاع در این بود که اینا میگفتن ما پیامبریم. اصحاب قریه میگفتن که انسان نمیتواند پیامبر باشد، ما انتم الا بشر و مثل اینا. رو قاعده حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز استدلال میکردن، این قاعده درست است، حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باید، اما اینا مثل هم نیستن. انبیاء علیهم السلام یه صدقه بشری و عادی دارن، یعنی جسمانی دارن، که میگن ما هم مثل شما هستیم، از ما توقع نداشته باشید که هر وقت خواستید ما معجزه بیاریم، یعنی الا بشر رو مثل خود. اما تمام تفاوت در اون استثناست، یوها الیه. اونها این استثناء را نمی‌بینن که یوها الیه، فقط میگن شما بشرید مثل ما. اصل تماثل بدنی مورد اتفاق است، اما بدن یه وحی نمیگیره. خود انبیا فرمودن الا بشر رو مثل خود، منتها یوها الیه انما الهکم اله واحد. فتحصل این سه نفر پیامبر بودن و ادعای نبوت داشتن. به محور بحث اینها هم با اصحاب قریه در رسالت اینها بود. اونا میگفتن بشر نمیتواند پیامبر باشد، شما بشرید، به هیچ بشری پیامبر نیست، پس شما بشر نیستید، این انتبه را تکده بود. مطلب بعدی است که حالا رسالت اینها از کجا ثابت میشه، چون هم خدای سبحان به اینها ممکنه وحی فرستاده باشد، همچون زیر مجموعه وجود مبارک عیسی سلام الله علیه هستند که اون حضرت از انبیای اولوالعزم است و در زمان اولوالعزم اگر پیامبری باشد حتما تابع اوست،
مثلی که وجود مبارک هارون پیامبر بود، اما از انبیاء اول الازم نبود. وجود مبارک موسی سلام الله از انبیاء اول الازم بود. کتاب را او آورد، شریعت را او آورد، مراجعات تور مال او بود. تورات را خدای سبحان به هارون نداد، به هر دو نداد، بلکه به خصوص موسی داد. و موسی سلام الله میشه از انبیاء اول الازم و وجود مبارک هارون زیر مجموعه اوست، گرچه خودش وحی مستقیم هم دریافت میکنن. اینجا هم ممکن است اون سه نفر ضمن اینکه وحی مستقیم هم دریافت کردن، رسالتشون را از وجود مبارک عیسی یافتن. خدای سبحانم با بشر از سه راه حرف میزنن. فقط ما کان للبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. گاهی اون رسول فرشته است، گاه اون رسول انسان است. اگر ذات اقدس اله به یه پیامبری وحی بفرستد که بعد ابن ابی طالب بگو من کنتو مولا فازا علی و مولا، این رسالت الهی است دیگر، این کلام الهی است دیگر. وجود مبارک پیغمبر کسته امیر و نصب نکرد سلام الله علیه ما. او مبلغ بود، حرف خدا را رسون. امامت را که مقام معصومانه است خدای سبحان به وسیله پیغمبر به یک کسی میدهد. رسالت اونها هم که زیر مجموعه وجود مبارک عیسی بودن هم همینطور است. پس از دو راه ممکن است که رسالت اون سه نفر حاصل بشود. و خب چرا؟ ولی بدن که وحی نمیگیرد. ابزار کار است بالاخره. خود اونها هم تبودن که این نهنه لا بشر را مثل کن. از در مسئله بدنی این نشه میتون و این نها میتون هست، ما جعلان لبشر من قبل کرد خود به مانند آن است. حالا ممکنه در بعضی از امور بدنی تفاوت داشته باشن، اما بدن وحیاب نیست. اون که وحی میابد روح متحر است. اینا قبول داشتن که از بدن مثلن، اما فهمیدن به اینکه بدن که وحی نمیگیره، اون جنبه روحانیت ماست که شما ندارید. اون تابع هست موسی نبود که خیز کار به ولایت داشت. رضا بدون مشورت با هست موسی و بدون اینکه با او هماهنگ باشد اون سه تا کار را انجام داد که وجود مبارک هست موسی برای او روشن نبود، که سؤال کرد وجود مبارک خیلی سلام الله علیه ما اسرار را برش گفته. خب پس بنابراین این سه بزرگوار پیامبر بودن، نبوتشون از دو راه ممکن حاصل بشود. اما طولی نکشید که این قریه شده مدینه. البته این که حالا ما بگیم قریه معنی روستاست، مدینه معنی شهر است، این چنین نیست. قریه بر خود مدینه هم اطلاق می شود. اما این تقابل که یک تفصیلی است قاطع شرکت است. اول یعنی آیه 13 فرمود وز لها مثلا اصحاب القریه، مادامی که مصرفین و مطرفین و امثال ذالک هستند این قریه است. اما وقتی که تبلیغ اثر کرده از نقطه دوری مردان الهی برخواستن که تا مرز شهادت حاضرن دینشون یاری کنن، همین قریه میشه مدینه. از همین سرزمین به عنوان مدینه یاد شده است که فرمود به جا رجل من اقصى المدینه. این المدینه الفلامش الفلام عهد است، همون القریه است که قبلا در آیه 13 ذکر شده. گرچه ممکن است خود مدینه را هم قریه بگن، چون قریه معنی روستانی شهر را هم شامل شود، اما این تقابل نشون میدهد که اونجا قریه است، اینجا مدینه. جایی که خوی شهادت است و علم است و معنویت است و معرفت است، جای تمدن است و مدنیت. و جا رجل من اقصى المدینه، که این تنوینش هم تنوین تفخیم و تعظیم این هاست. این با سعی و کوشش آمده که حرف انبیا را اون نبی اصل خودشون را یاری کنه، با سعی و کوشش آمده که حرف خودشون مبلغانه بزنه. اما اقصا گفتن سرش این است که مبادا کسی خیال کند که اینا تو همون محدوده رسالت این سه نفر بودن
به توطئه درکار است و اون در توطئه درکار نبود. از دورتر نقطه شرقی کسی پاشده آمده شهادت طلبانه گفت حرف این حقه. این طور نیست که از همون کوی و برزن این سه نفر یک کسی آمده باشه تا کسی احتمال بده که توطئه درکار است مثلا تفاوت هست. از دورتر نقطه شرق کسی آمده و این حرف زده گفته یا قوم تبعوا المرسلین. معلوم میشه که تمام محور بحث اینه که اینا مبلغان و علمای عادی نبودن، اینا بالاخره پیغمبر بودن. بعد برهان قام بکنن میگن اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. بالاخره شما باید بپذیرید که راه هست، ما راهنما میخواییم. اینا هم آدمای خوبی هن، هم غرضی ندارن. این گفته شد لا یسألکم اجرا یعنی هیچی از این بربان اجر نمیخوام. یه وقت سیاستی، مقامی، جاهی، شهرتی اینا را میخوان، پول نمیخوان. این نکره در سیاق نفی از چیزی به عنوان اجر نمیخوان، نه مسائل مادی، نه مقامی، نه ریاستی، نه سمتی، نه پستی، هیچی نمیخوان از شما. این اجرا نافذه بود. خب اگه کسی هیچی از جامعه نخواد و انسان وارسته‌ای باشد خب با طرف رو گوش داد دیگر. به اتبعوا من لا یسألکم اجرا و مهتدون. در باره خودش چند تا مطلب داره. گفت من یک معبودی دارم که معبود بودن او بیان و رشد است. در باره خودم هم مقتضی عبادت در من هست، هم مانع عبادت در من موجود نیست. بنابراین این رشد محفوظه. یعنی معبود ذاتاً شایسته است و موجود هست و استحقاق عبادت داره. این مال معبود. عابد هم مقتضی عبادت درش هست چون من فهمیدم، هم مانع عبادت در من نیست، خوی استکبار و هوسرانی و اینام تو من نیست. پس مقتضی بندگی موجود، مانع مفعول، معبودم که معبود به ذات است. این سه مطلب را این شخصی که من اقصی المدینه آمده بازگو کرد. گفت و مالی لا اعبد الذی فترنی. چرا نکنم؟ این فترنی حد وسط است. تو سوره مبارکه انعام هم گذشت که این کسی است که خوفا من النار یا شوقا الی الجنه عبادت نمی کند، بلکه به اثر فاسد بودن خدا، کثرت بخشی خدا، نوآوری خدا و هستی بخشی خدای سبحان دارد روی عبادت میکند. پس خدا فاطر از هر فاطری، معبود به ذات است. پس خدا معبود به ذات است. این درباره اون. من مفتورم، هر مفتوری عابد است، من باید عابد باشم. مانعی هم در کار نیست الحمدلله. یه هوسی داشته باشم، یه خیالی داشته باشم، یا از این بت‌ها کاری ساخته بشه، هیچ در کار نیست. خب چرا من خدا را عبادت نکنم؟ و مالی لا اعبدو الذی فطرنی. این رو بیان رشد گرفته بعد ذکر کرده، وگرنه اگر سخن در استدلال بود میگفت خدا فاطر است، باید فاطر عبادت کرد. این چنین نگفت، گفت من چرا نباید او را عبادت کنم. این که میگه من چرا نباید او را عبادت کنم، اول از رفع من سخن میگوید. من مانعی ندارم، که نه این که برهان اقامه کند که او معبود است و باید او را عبادت کرد. او مفروعاً هست، بیان رشد است که معبوده. من چرا او را عبادت نکنم؟ همین. فمالی لا اعبد الذی فطرنی. و در حقیقت شما هم چرا رو عبادت نمی کنید؟ شما اگر به درک من نرسیدید که روی فطرت خدا را عبادت کنید، روی مفتور بودن خود پی به خاطر ببرید، یا خوفاً من عذاب یا شوقاً الی الجنه، یه چیزی بالاخره باز شما را وادار کند که عبادت کنید. این و الیه ترجعون. ضمن این که رعایت فواصل ملحوظ شد که همه با واو و نون خلق شدند، و الیه ارجعو او گفتند که نفرمود، برای اینکه اونها رو میخواد هدایت کنند. من راهم مشخصه، من سخنم از الیه ارجعو نیست،
من سخنم از فتره نیست، برای من روشنه. حالا سخن از خوفم من النار و شوق الجنه و اینا نیست. من دنبال فاتر میگردم، فاو فاتر من است، هرچه داد داد. اما بالاخره شما که به این حد نرسیدید که عبادتتون فطرت محور باشد، لاقل یا خوفم من النار است یا شوق الجنه، بو بر میگردید دیگه، محکمتون اونه دیگه، رها که نمیشید که. چرا او عبادت نمی کنید؟ و مالیه لا اعبدو، اون خدایی را که فترنی، یک خدایی که الیه ترجعون، این دو، این الیه ترجعون دلیل لزوم عبادت اونهاست، نه دلیل لزوم عبادت خودش. دلیل لزوم عبادت خودش همون حد وسط فطرت محوری است. اما شما که بر اساس خوف و رجا کار بکنید، الیه ترجعون، بعد برهان قامه کرد، از این بت‌ها کاری ساخته نیست. گفتن خودش بت فروش و بت تراش اینا بود. گفت از این بت‌ها کاری ساخته نیست. اتخذوا من دونی آلهتن، اگر اون رحمانی که فاطر من است و مرجع همه است، او اگر بخواهد زیانی به من برساند، از این بت‌ها کاری ساخته نیست. نه اینکه اینها شفاعت میکنن ولی شفاعت اینها مسمونی است، اینا اصلا حق شفاعت ندارن. این معناش این نیست که اینا شفاعت میکنن و حرف میزنن ولی کسی گوش نمیده. اون روز کسی بدون اذن ذات اقدس اله مجاز به حرف زدن نیست. این یورد الرحمن و به ذرن، کمترین ضرری بخواد برساند، از این بتا کاری ساخته نیست. لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اینم نکره در سیاق نب. اونا کمترین فایده من نمیرسونم، کمترین ضرری از خدا ما برسد، یک کسی نمیتونه برطرف کنه. نه انقاض میکنن نجات میدن، نه اون ضرر رو برطرف میکنن، نه مرا میرهانن، نه ضرر رو دفع میکنن. اگر چنون که من با اقامه برهان حق غیر خدا را بپرستم، این نیل فی ضلال مبین، من غرق یک ضلالت قطعی هستم، یعنی بیان الغیب. من صریحا موضعم اعلام میکنم، اینی آمنت رب بکن فسنعون. خب اونها که به مرسلین گفتن که اگر دست بر نداشتید ما شما را رجم میکنیم، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. این خوی ددمنشی در اونها بود که به انبیا این حرف زدن. این شخصی که فرد عادی بود به عنوان یک مبلغ با اینها سخن گفت، همون تهدید را نسبت به این اعمال کردن. این شربت شهادت نوشید. خب حالا وقتی شربت شهادت نشید چی شد از این به بعد؟ غیرت خلال جنه. این قول الهی همون فعل روز، این بیان نورانی هست امین سلام الله علیه که در نهج هست، انما کلامه فعلو لیس به صوت یسمع ولا ندا یغره، همینه. فرمود فرمان الهی که به زمین میگوید غیر یا ارزب لعیما اکه، یا به چیزهای دیگه دستور میدهد، این سخن عبری و عربی نیست. البته آیات الهی، کلمات الهی، این با ایجاد الهی است که کلمات ایجاد بکنه، مثل قرآن مثل این. اما وقتی به زمین میگوید به این که یا ارض املئی ماءک، یا با آسمان و زمین میفرماید ائتیا توعا او کرها قالت اتانا طائعین، انما قوله فعله لا به صوت یسمع ولا ندا یغره. اینجا هم به او فرموده شد که وارد بهشت شو. این بهشت البته بهشت برزخی است، قبر برای مؤمنان، روضه من ریاض الجنه. وارد بهشت شو، اون بهشت کبرا، جنت کبرا، اون بعد از تشکیل صحنه قیامت است، یعنی از برزخ که وارد ساحل قیامت شدن، از قیامت که بخوان عبور کنند، اومد وارد بهشت کبرا می شود. اما این بهشت، بهشت برزخی است، غیرت خل جنه. اونگاه پیامی داد که ذات اقدس اله پیام او را به جامعه می رساند.
همین شخص مجاهد نستوه که شربت شهادت نوشید پیامی داد که اون پیام را خدا می رساند. گاهی خدا رسول بنده است، گاهی بنده رسول خداست، گاهی خدا حرف کسی را به دیگران می رساند، گاهی پیامبر خدا حرف خدا را به جامعه می رساند. اینجا ذات اقدس اله سخن این شهید را به جامعه رسوند. قال، یعنی این شهید گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. در اون روز چهارشنبه بحث شد به این که هم شهدا میگوین یا لیت، هم بازماندگان و وارثان شهدا میگوین یا لیت. وارثان شهدا میگن یا لیت لکن معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. این لیالت رسمی و طلب رسمی ماست که آرزو میکنیم. شهدا هم میگوین یا لیت قوم یعلمون. این اختصاصی به شهید سوره یاسین که ندارد که. شهدا همشون همینطورن. شهدا دو تا کار دارن. یکی مستقیما با خدا سخن میگوین که ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. یکی هم به بازماندگان و راهیان و همخطای خود میگوین یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. حرفی که با خدا دارن عرض کنن خدا یا ما که میدونیم یه عده راه افتادن به راهی راه ما هستن، ما میخوام اینا به مقصد برسن، الان اینا کجا؟ و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. قبلا ملاحظه فرمودید الذین لم یلحقوا بهم کسانن که راهیان راه شهدا هستن. اگر کسی راهی راه شهید نباشد نمیگن الذین لم یلحقوا. این الذین لم یلحقوا ادای ملکه است. شما الان سه تا اتومبیل فرض کنید با سه سرنشین با سه گروه مسافر. گروه اول زود حرکت کردن به مقصد رسیدن، گروه دوم بعد حرکت کردن تو راه هم، گروه سوم اصلا حرکت نکردن. اونایی که مقصد رسیدن که وصلو، اونایی که تو راه هم میگن لم یلحقو، هنوز نرسیدن. اما اونایی که توقف کردن موندن در اونجا و حرکت نکردن نمیگن هنوز نرسیدن، میگن هنوز راه نیفتادن. این الذین لم یلحقو ادای ملکه است، یعنی راه افتادن ولی هنوز مقصد نرسیدن. شهدا با اونایی که راهی راه اینا نیستن کار ندارن. اینا که راهی راه اون هستن به خدا عرض بکنن خدایا بشارت بده، مژده بده، به ما خبر بده الان اینا در کدوم مقطعن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. از کی استبشار بکنن بشارت میخوان؟ از خدای سبحان. عرض کنن خدایا به ما مژده بده اینا الان کجا هستن، در کدوم مقطع هستن، چقدر منده به ما برسن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. از یه طرفی هم خودشون حرفشون اینه یا لیت قوم یعلمون ما رحمه بی. پس هم با خدا سخن میگوین استبشار دارن، چون شهید جز گروهان استثنائی است که زنده وارد برزخ میشود. زنده نه یعنی زنده دنیای، این به حیات دنیای مرده است، اما میدونه کجا داره میره. خیلی ها اصلا نمیدونن، بعد از مدت ها میفهمن که مردن، میبینن یه وضعی اوضاع عوض شده اما کجا آمدن اینجا چیه. خیلی ها روشن نیست که مردن، بعد از مدت ها میفهمن که مردن. اما این شهید زنده وارد برزخ میشه، یعنی کاملا فهمید مرده است، کی آمده بسراغش. گروهی از مؤمنین البته همینطورن، اما اینها به صورت شفاف از کل این صحنه با خبرن که الان کجا هستن، مردن، وارد صحنه برزخ شدن، کی راهی راه اوناست، کی راهی راه اونا نیست. اینا لذا حرفشون اینه که ای کاش راهیان راه ما میفهمیدن اینجا چه خبره. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اینا حالشونه دیگه، منتها حالشون از حالشون نشأت گرفته. درست است، اینطور نیست که خلاف کرده باشن. اگه کسی اهل قول اونها باشه
اهل معنا باشه حرف اونها رو میشنود کاملا. در برزخ با هم سخن میگویند، در بهشت هم با هم سخن میگویند، یک دیگر سلام میکنند، به زیارت یک دیگر میروند. خب اینا کاملا با خبرن. وقتی با خبر بودن میگن ای کاش اونا میفهمیدن که اینجا چه خبر است. این بزرگوار چون گفت الذی فطرنی خوفا من النار نبود، شوقا الی الجنه نبود، روی فطرت بود، من مفطورم، دنبال فاطرم هستم، نه هراسناکم، دور دنبال مأمنم، نه اینکه طمعکارم به دنبال مطعمم و مطعمم، نه اون نیست، من مفطورم، فاطر طلبم، رو فطرت محوری دارم عبادت میکنم. پاداش این شهید اینه که جعلنی من المکرمین. این به جعلنی من المکرمین راضی فرمودید قبلا تو سوره مبارکه انبیا. مکرمین در قرآن کریم وصف فرشته هاست. در سوره مبارکه انبیا فرمود فرشته ها بل عباد المکرمون لا یسبقونهم بالغل و هم به امره یعملون. هم در سوره مبارکه صافات، هم در سوره مبارکه المعارج درباره گروهی از اوحدی از اهل ایمان آمده که فی جنات مکرمون. پس اوحدی اهل ایمان مکرمند، فرشتگان مکرمند، این شهید هم مکرم است. اینکه شما در زیارت جامعه بزرگ مبارکه امام هادی سلام الله علیه از ائمه علیه السلام همین تعبیر را کرده، این غیر از تعبیر سوره مبارکه یاسین است، غیر از تعبیر سوره صافات است، غیر از تعبیر سوره المعارج است. در سوره المعارج، در سوره صافات، در سوره یاسین در ما جز مکرمینیم. اما اون عظمتی که وجود داره که هادی سلام الله علیه برای ائمه علیه السلام در زیارت جامع قائل است، همون عظمتی است که خدا برای ملائکه در سوره انبیا قائل است. بل عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعمل. این تعبیر امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامع ملائمه است دیگر. پس بنابراین تا کنون ما سه جا مکرمین داریم برای غیر ملائکه، اما با این جلال و شکوه نیست. این جلال و شکوهی که در زیارت جامعه هست همون جلال و شکوهی است که خدای سبحان در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرده. خب خب حالا این المکرمین بودن، اونام المکرمینن، مثل که همه اینها در بهشتن، درجاتشون محفوظه دیگه. اینطور نیست که حالا اگر گفتن همه اینا المکرمینن یعنی علاوزان واحدن. خب تو انبیا هست که لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض، در برای مرسلین هست که تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض. اگر مرسلین یکسان نیستن، اگر انبیا یکسان نیستن، مکرمین هم یکسان نیستن دیگه. خب حرفی را که جناب فخر رازی ذکر میکنن، البته بعض بعضی ها نقل میکنن که این حرف حرف ذات اقدس اله نیست، حرفی است که اونها استهزاءن گفتن، این نمیتواند تام باشد. سید الاستاد هم ظاهرا اینو نقل کرد و رد کرد. این که گفتن غیرت خل جنده، یعنی معاذ الله اون کفار عصرش که ایرو شهید کردن به صورت استهزاء گفتن. این با جمله جعلنی المکرمی هماهنگ نیست. با آیه 28 که دارد و ما انزل الله علی قومه من بعده من جند من السماء، که همینا کلمات الهی است، با این هم هماهنگ نیست. بنابراین ظاهرش این است که خدای سبحان پیام این شهید رسوم، حرف حرف این شهید است، حرف شهید همان است که ما درباره شهدا میگیم. ما میگیم یا لیتنا کننا معکم، اونا میگن یا لیتکم کنتم معنا، ای کاش بودید ببینید اینجا چه خبر است. ما میگیم ای کاش بودیم به فیض برسیدیم رو اون ایمانی که داریم، و منتها برای ما ایمان به غیب است، برای اونا ایمان به شهادت است. اونا چیزی رو مشاهده میکنن میگن ما ندیده خریداریم، ایمانمون ایمان به غیب است نه ایمان به شهادت. البته اولیاء الهی ایمانشون ایمان به شهادت است. خب اون که میگوید ما کن تو عبود ربن لم اره یا لو کشفر قطع مزدت و یقینا، ایمان او ایمان به شهادت است. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السما،
این تو نیست که حالا فوراً اگر یک نفر یه حادثه‌ای پیش آمد ما فوراً اوضاع را به هم بزنیم، عذاب استثنایی نازل بکنیم، اینا رو منقرض بکنیم، چند روزی به اینها مهلت بدیم. یه وقتی کسی عجله می کند که یخاف الموت، ولی همه اینا در قبضه قدرت الهی هست، ما کاملا اینها رو آزمایش می کنیم، امتحانمون به اون نصاب می رسد، بعد محکمه الهی هم هست. ما نحن و مسبوقین، اینا که جلو نمی افتن، که دور نمی زنن، که ما حالا مسبوق بشیم اینا بشن سابق و قضا و قدر ما رو دور بزنن، این طور که نیست. پس بنابراین ما عجله نداریم، فعلا عذابی نازل نکردیم و نمی کنیم. و ما انزلنا علی قومهم بعدهم من جند من السماء و ما کنا منزلین. الحمد لله رب العالمین.